به نام خدا. سلام، رامبد جوان هستم در شبکه نسیم اینجا خندوان. از حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. خیلی خب، خدا شکر. حال خندوانی تو خونه چطوره؟ عالی. ما الان ابتدا می‌خوایم قرعه کشی بزرگ 780 رو انجام بدیم و بعد برنامه رو شروع بکنیم که مسابقه خنداننده برتره که آقای رضویان و آقای غفوریان قراره برگزارش بکنن. پس ابتدا ببینیم کی جایزه سب کنی. کیا شرکت کردن الان تو اینجا؟ وای 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 وای. کیا به فکر میکنن جایزه میگیرن؟ وای وای وای. میگیرین؟ بله. بریم. خب من ابتدا خواهش میکنم که ناظر اداره بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تشریف بیارن روی صحنه. تشویقشون میکنیم که ایشون نظارت میکنن که همه چی دقیق و درست اتفاق بیفته و خدای نکرده سوالی پیش نیاد و بی جوابم نمونه. جناب آقای علی آزمبو، سلام. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت حضار عزیز، بینندگان محترم برنامه خندوانه. امیدوارم در هر کجای ایران عزیز اسلامی که هستند شاداب، سر و حال و تندرست و لبشون همیشه خندون باشه. الهی آمین. خدا شکر شما هم اینجا این و همه چی درسته. علی آقا شروع بکنیم؟ شروع کنیم. خب اول 25 رو شروع بکنیم. بله، هیجان بدیم. 250 میلیون ریالی داریم. 4 تا 250 میلیون ریالی داریم که می‌خوایم شروع بکنیم. فقط من ابتدای برنامه تعداد امتیازات رو خدمت عزیزان اعلام کنم. 150 میلیون و 374,284 امتیاز، تعداد امتیازات ثبت شده. ثبت شده. شروع کنم؟ چون شما این ور باسین رفتن؟ خب بچه ها شماره صفر دور بزنش تو؟ اول 4 تا 25 شمانی شماره 8 اینجا داره ثبت میشه. آها، شماره 9 7 ما در آخر به کسی که 100 میلیون تومان رو میبره، 1 میلیارد ریال میبره زنگ میزنه. لا ممکنه من زنگ بزنم یا یکی از شما اینجا گوشی رو برداره. شماره 6 4 8 9 تمام شد؟ یکی دیگه؟ نه دیگه تمام. الان چون تعداد شرکت کننده 150 میلیون خوردی هستش، الان 98 میلیون انتخاب شده. یعنی هر عددی به جز عدد صفر قرار داده بشه بالاتر از سقف ما مجبور هستیم که عدد صفر رو خودمون جایگزین کنیم. حالا بریم ببینیم شماره چنده. مبارکه. شاه حسینی اون چک 25 شماره رو بیار. وای بچه ها،
5 5 به آخرش 5 3 8 8 بکنم 0 بله 0 3 8 دوباره همون اتفاق افتاد دیگه. صفر رو کدوم ناچرم باید جایگزین کنم. 47 13 الان رفقای من زنگ میزنن به این دوستان باشون حرف میزنن، ولی صدی رو ما اینجا خودمون باش صحبت کنیم. بگین واکنششون چیه به ما؟ مهربونن یا نامهربون؟ چهار صفر بکنم دوباره صفر بله صفر شیش سه چهار صفر چهار صفر داد یک الان به این عدد صفر رو یک باید قرعه کشی بشه. ما برای راحتی شما آقای رامبوت جوان اعداد و زوج و فردش میکنیم. هر عدد زوجی در اومد عدد صفر، هر عدد فردی در اومد عدد یک رو جایگزین. متوجه شدین همه؟ فرد شد نو یک آه. صفر نوصد و سی و هفت کی داره؟ نه صفر نوصد سی و هفت کی داره؟ باک سی و شیش چلو شیش سی و شیش چلو شیش اینجا کسی نیست. تاریخ امروز هیدام مهر 94 هستش که همون هیده مهر 94 علی آقا سه شاه حسین یه چی که آب میدی بنوشین به شکل عجیبی گرم داره خوش میشه از هیجان. شماره 8 خودم شرکت نکردم تو مسابقه سکته میکردم اتا چهار سه بفرد نه از دفعه دیگه منم شرکت میکنم تو مسابقه. آره
نه؟ چه ایده بیده بیده با فکر کن به اسمم در بیاد نو ما بعضی وقت از ترس همین های جوان با بجمان نمیتونیم شرکت کنیم همین دیگه اصلا ما هم برای همین شرکت نمیتونیم پنج دو سه بین اعداد صفر رو یک دوباره بالا کشی میشه زوج و دوباره زوج و فرد زوج و فرد سه عدد یک شما هر شانس و احتیازی که به دست آوردین صاحب یک عددی میشه درست میگم؟ بله اون عدد به مال شماره شماست مثلا شما توی مجموع 150 میلیون امتیازی که اینجا ثبت شده مثلا ممکنه یکی 10 تا امتیاز داره یکی 60 امتیاز داره یکی 100 تا امتیاز داره و اینا هر کدومشون یه شماره دارن اون شماره که در میاد مال شماره صاحب خط بزن شارشی بخند شاتشی بریم برای 50 میلیون تومانی دو نفر بای 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 علی آقا یک علی آقا یک دوباره یک پنج چهار مصاب بشه صفر هشت 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 صفر رو جایگزین کنیم به جای عدد آخر صفر دومین 50 میلیون تومانی نه هشت سه هفت بله هشت شش
1 5 الان صفر می‌ذاریم یا صفر دیگه؟ بله صفر. بزن شارژ شی، بخند شاد شی. شاه حسینی تو هم بیا با اون چک 100 تومانی و تلفن و همه چی و آب قند. صفر علی آقا. وای بچه‌ها ببین. پنج دوباره نو یک شش پنج هفت و سفر و سفر سر باشین، اعصاب داشته باشین. اب نداره، همیشه آدم نمیبره. مهم اینه که بعد حال کنه، شاد باشه، کیف کنه. سر حال باشه، هیجان داشته باشه. شماره‌شو بیارم. آره لطفا. آره اصلا بزن اینو بیار. خب. کیه اون فرد 100 میلیونی؟ آیا گرفته؟ سلام. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ من رامبد جوانم. منو میشناسین؟ بله. از خندوانه بهتون زنگ میزنم. بفرمایید. شما توی اسمتون چی؟ من حسین زاده هستم. فرهاد حسین زاده. فرهاد حسین زاده. تو شما چند سالتونه؟ من 24 ساله. چقدر؟ 24 سالم. 24 سال. و کارتون چیه؟ من نگهبانم. میشنوی صدای تشویقو؟ بله بله. چی شده؟ مژدگونی بده بهت بگم. 100% حتما. یه ماچ بده بهت بگم چقدر. بفرمایید. شما برنده جایزه 780 شدی و میدونی کدوم جایزه رو؟ نه بفرمایید. دیگه میگم بهت بگو. 25 تومن. ببینم با 25 تومن میخوای چیکار کنی؟ من واقعا جایزه بردم. آره. میخوای چیکار کنی؟ جدی میگی؟ آره گوش کن. فرهاد بگو میخوای چیکار کنی با 25 تومنه؟ من تا خیر زیر قرضم میخوام قرضم. چقدر بدهکاری؟ نزدیک 20 تومن. چه عالی. پس الان 20 تومن بدهی تو میدی 5 تومن هم داری. بله 5
شما رو واسه خانم میخوام طلا بخرم. ایوا. حالا یه چیز دیگه بگم، اگه 50 تومن داشته باشی میخوای چیکار کنی باش؟ 20 تومن بدهی میدی 30 تومن و 10 میلیون تومن همین اینجا میخوام بدم دمه کمک میکنم به خیلی مشهد بود، خیریه ای داشتین شما، اسمشون چی بود من نمیدونم. فیاض بخش. بله فیاض بخش. 10 میلیون تومنش میدم به اونجا. یعنی اگه الان تو 50 تومن ببری 20 میلیون تومن بدهی تو میدی، 5 میلیون تومن برای خانومت طلا میخری، 10 تومنم خیریه میدی به فیاض بخش، چقدر میمونه؟ 15 تومن. بعد با 15 تومنش هم دیگه من نپرسم چیکار میکنی دیگه. 15 تومن فکر کنم میدم به مامان. میگه به مامان تو عمرم که دادی به اینو اون یه چیزش هم بذار تو جیبت دیگه. خب همین کارا رو میکنی بدهی بالا میاری دیگه. یه ذره پس انداز کن بذار جیبت. آره و خبر باحالتر بهت بدم، تو برنده 100 میلیون تومان پول شدی. کاش از خودش بیل میگره. خب فرها خودم مرسی دستون هر نکنم. نوشه جونت، تو برنده 100 میلیون تومن یعنی جایزه اول 780 شدی فرها جان. داره گریه میکنه. فراد کجایی هستی؟ بچه تهرانی و الان هم تو تهران داری زندگی میکنی؟ بله. به خانمت خبر بده. ممنونم دستون درد نکنه. مرسی چکری. آره میفهم. نوش جونت برو حالشو ببر. الان بچه ها گوشی میدن، بچه ها با هماهنگ کنن که نحوه دریافتش اینا رو با هم دیگه چک کنیم. باشه؟ ممنونم دستون درد نکنه. ببین فرهاد بقیهشو بذار جیبت، پس انداز کن، هی نده به اینو، زغ زده نشو، عادت کردی چی پول تو جیبت نباشه. بده دست خانومت پس انداز کنو. بچه ها تشویقش کنو. مبارکه. بیا بچه ها من جا داره تبریک بگم از طرف خودم و همکاران خودم در اداره کل بازرگانی صدا و سیما به برندگان عزیز. انشالله یه روزی باشه که شما خودتون برنده باشید و این خوشحالی رو با دل جون حس کنید خودتون. چیزی ولی واقعا اینو صادقانه بگین، چون من دارم صادقانه میپرسم، منم نیستو دارم، منم اگه الان جای شما اصلا شرکت کرده بودم اینو، ولی حالا این که میشنوی یه جوون 24 ساله یه نگهبانه داره زحمت میکشه کار میکنه فلان، یه های این جایزه گرفت چقدر کیف داره نه؟ خدا رو شکر، خدا رو شکر دست کسی میره که میتونه کلی مشکلاتشو حل بکنه. آره بابا دمش گرم، ماشاءالله بهش. بچه‌ها بریم بیایم، می‌خوایم اصلا برنامه رو شروع بکنیم. بریم بیایم. 1 2 3
حالتون چطوره؟ عالی. یه بار دیگه بپرسم حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. حال خاندانی تو خونه چطوره؟ عالی. خیلی هم قشنگ. خیلی قشنگین شما. شما خیلی قشنگین. خیلی. شما هم خیلی قشنگین. خیلی. خب یک عالمه حرف باید براتون بزنم. یک عالمه. ولی هیچ کدومو نمیگم. نه ولی میگه باید بگم. چند تا نکته دارم. حالا دیگه تموم داره میشه و واقعا براتون دلتنگ میشم و میدونم شما هم دلتنگ میشین. عرض میکنم خیلی واقعیه که واقعا احساس دلتنگی داریم دیگه. روزای آخر خندوانه است. انشالله میریم سر حال قبراق با ایده های تازه تر، با شکل و شمایل انشالله جدید و با حال برمیگردیم و بتونیم دوباره در خدمتتون باشیم. هرچی هم تعداد شماها اینجا بیشتر میشه، انرژی خیلی بیشتر ایجاد میشه. الان طراحیمون بوده 110 نفر نهایت، ولی فکر کن که الان شما رو صندلی و اینا نشستین. او چه سخت. چند نفرین؟ 200 و 10 نفر. ایشالا بتونیم مثلا در حد 400-500 نفر برای فصل بعدی تو استودیو جای ایجاد بکنیم. چی میشه نه؟ حالتون چطوره؟ آله. خب و اینکه تمام تلاشمون میکنیم، منم برم یه فیلم بسازم، ایشالا برسونم به جشنواره، یه فیلم خوب، تجربه سینمایی جدید بکنم و امیدوارم جوری هم بشه که شماها راضی باشین. عرض کنم خدمتون که دیجی کالا رو فراموش نکنید. ما اسپانسرهامون، حامیه برنامه‌مون همه کسایی هستند که ما گزیده انتخابشون کردیم، گزینششون کردیم و کاری، یعنی با تحقیق ورودشون رو پذیرفتیم و مطمئن باشید هیچ کسی رو که یا هیچ اسپانسر، حامی و هیچ خدمات دهنده‌ای رو یا هیچ کالایی رو ما الکی امکان نداره تو خندوانه بیاریم. خود خندوانه استانداردی رو برای خودش رعایت میکنه به خاطر اینکه دلش میخواد با مردم رو راست باشه، دلش میخواد صمیمی باشه، دلش میخواد باورپذیر باشه. برای همین بدونین دیجی کالا 780 که حامیای برنامه ما در همشهری، روزنامه جدیدی اومده به اسم همشهری ورزشی، 8 صفحه رنگی، اضافه شده به مجموعه همشهری خبر و همشهری دو که ریالی هم بابتش پرداخت نمی کنین. توش هم یک مسابقه برگزار میشه. وقتی بگیرین تو مسابقه شرکت کنین که برای مسابقات المپیک ریو 3 نفر رو رایگان میفرسته به المپیک. اینا هیچ. و این که در طول برنامه هم اگر که از 780 استفاده کنین، شارژ بخرین، قطعا یه جایزه بهتون داده میشه. و دیگه این که دیگه چیا باید بگم؟ دیجی کالا خدمات خیلی باحالی رو در اختیارتون میذاره. تمام کالاهایی که تو دیجی کالا هست امکان نداره شما این همون کالا رو 1 ریال پایینتر در جای دیگه پیدا کنین. یعنی پایینترین قیمت و اصلترین کالا رو در اختیارتون میذاره، میفرسته براتون. دیگه چی باید بگم؟ شاه حسینی؟ همین؟ دیگه هم. خب ولی باز دلم میخواد بگم دلم براتون تنگ میشه. باز این که هر اتفاقی که افتاد توی خندوانه، چه جاهایی که دوستش نداشتیم، چه جاهایی که دوستش داشتیم، شک نکنین ما تمام تلاشمون رو کردیم بهترین هامون رو ارائه بدیم بهتون. و اگر از پسش بر نیومدین بعد ببخشید، دفعه دیگه بیشتر تلاش میکنیم. خب بریم برای شادی برنامه رو به کیا تقدیم کنیم؟ پدر مادرها. ببین راست میگه، پدر مادرها رو گفتیم، بازم میگیم به نظرم خیلی هم چیز با ارزشیه.
شادی برنامه رو تقدیم میکنیم به همه پدر مادرها، مخصوصا پدر مادرهای عوامل خندبانه. همه شد بریم. هم ببندیم، دست شب بالا آماده، یک دو سه شش. آها اینه. خب خیلی هم قشنگ، خیلی هم عالی، خیلی هم ماه. دی بخندیم، آماده باشین بخندیم. نفس خالی کنیم. دومی عذرخواهی میکنم اینقدر جاهاتون تنگ و کوچیکه. سومی نگه دار. نفس خالی کنین، خالی کنین. بکش. نگه دار نفستون. یک، دو، حالا! نفس دوباره. یک توضیح باید بدم راجع به این که این مسابقه که امشب میبینین قرار بود دوشنبه پخش بشه. ما یک شنبه بعد ضبطش میکردیم و جواد رضویان عزیز متاسفانه سرمایه شخصی خود مخواستم بگم شدید سرمایه سخت و شدیدی خورد و که شخص شد خیلی و نشد، واقعا نشد که بتونه بیاد و یعنی اومد حتی اینجا وضعیت خودش نشون داد. ما دیدیم که حالش خوب نیست و اینا، البته قابل درک و باور بود، ولی تا اینجا هم اومد دیگه نتونست، ولی صداش گرفته بود. برای همین مجبور شدیم که الان پخش کنیم. این اصولا جدول ما رو مقادیر ریخته به هم، بر صورت ببخشید. خب بریم بیایم. همه با همین شعر رو باز بخونیم،
سلام. سلام علیکم. خوبین آقای کریمی؟ خوبین شما؟ به به بازم تبریک میگم، به مرحله سوم اومدین آقای غفوری. خواهش میکنم، ممنونم. هیچ کس حدس نمیزد شما به مرحله سوم، همه حدس میزدن شما به مرحله فینال برسی. خب چی کار میکنیم حالا با آقای رضویان؟ من با جواد رضویان خیلی دوستم تا امروز. خیلی هم نه خیر تا همیشه. نه نه باریکلا آقا جواد. ای بابا شعره جواب داد بالاخره. آخرتیم دیگه، مردم که همیشه، مردم که همیشه لطف دارن. بله واقعا بنده شرمنده لطف و عنایت خودشون همیشه کردن. آره اینجا هم که دیگه مضاعف شد. یه کمی از برخورد مردم بگیم، واکنش ها بگیم، پیام ها بگیم، مردم چیا میگفتن؟ حالا مردم ما انقدر خوب و صادقن که اجرایی که دوست داشته باشن رو ازش تعریف میکنن و بخندونیمشون. میدونی قیمت نداره خندوندن مردم، میدونی؟ بله. به چه قیمتی که ما توی تلویزیون جمهوری اسلامی داریم کار میکنیم و خیلی ملاک های اخلاقی و اما طرفدارا یه سری مسائل اخلاقی و اینها که 100% لحاظ میشه، دغدغه‌های خود ما هم هست. بله. پس طبیعتاً به هر قیمتی باید مردم رو خندوند، مردم باید شاد بشن و ما هدفمون توی این خنداننده برتر و این داستان هم همینه. و این بار یک رقیب جدی 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 مهران غفوری هم. آقای غفوری هم چه آخه اصلا هیچی دیگه، یک رفیق خیلی جدی جدی اینجوری بگیم. امروز چی آماده کردی آقای رضویان؟ شعر جدید چی داری؟ دیگه حالا انشالله یه چیزی تقدیم میکنیم. باید بگیم آهنگ جدید چی آوردی آقای رضویان؟ آره دیگه ما دیگه باید حالا از این به بعد هر سوی یه چیزی بیاریم. یه کوچولو بگین میخواین چیکار کنین؟ خاطرات من و بابامه. شأن پدر خیلی بالا و بالاست، پدرها خیلی عزیزن، ستون زندگیان، پدرها پشت و پناه بچه هاشونن. ما اگر یه خاطراتی میگیم، من و علی مشهدی، علی مسعودی، اگه خاطراتی از پدرامون میگیم، هیچ وقت نمیخوایم به شأن پدر و پدر خودمون یه موقع جسارت کنیم یا بیادبی کنیم. اصلا اینطور نیست. پس میخواید چیکار کنه؟ فقط اینه که یه سری خاطراتیه که توی اون خاطرات من و علی شیطون بودیم. آقا کاغذهایی آماده کردیم. به به آره. سرها کاغذ نوشته اید، چه کرده این؟ بیاییم آره. بالا ببینیم. من مجبور شدم که به خاطر اینکه این چند وقته یه ذره سلامم شلوغ بود، دیگه مجبور شدم دفتر چلبرگ نوشتم. نمیدونم بشه این زمانی که دارم همه شو بگم، شاید یه جایش هم کاملا مجبور باشم از رو بخونم. واقعا دیگه مغزت. آقا دوربینا اومدن فیلم برداری میکنن از شما، نگاه کنید. بله بله، ارادت دارم. مخلصه شما، سلامت باشید. خب جواد رضویان حریف قدری نیست برای شما آقای غفوریان؟ آره یا نه؟ جواد رضویان برای همه حریف قدریه. وا ویلا، پس میخواین چی کار کنین؟ چه ترفندی دارین امروز؟ میخوام مردم رو بخندونم، ترفندی ندارم. از مهران غفوریان خبر دارین امروز؟ شب تا آخرین لحظات با هم بودیم. مهران جان برای من گفتن چه میخوان بکنن و منم گفتم بهشون چی کار بکنم. یعنی یه جورایی اصلا نشستیم، مهران جان یه بخشایی از برنامه امروز من اصلا مهران جان کمک کرد به. ای بابا این چه رقابتی شد که اصلا؟ و عجب، یه وقت شد امیر مهدی عزیز کمک کرد. ای بابا خواه و... مثلا همسرتون نکته به خصوصی نگفتن؟ نگفتن امروز این کارو بکن نکن یا چرا؟ من هر دفعه که میخوام بیام برای مسابقه خندبانه، یک بار برای همسرم برنامه رو اجرا میکنم، اون زمان بندیشو نگاه میکنه، زمانشو چک میکنه و یه سری ایرادامو بهم میگه. اون ماجرایی که تعریف کردین خانومتون نگفت که آخه جواد چرا میگی این حرفای خصوصی رو، چرا میری بر مردم میگی؟ نگفت؟
نه حالا خیلی یا گفت خیلی هم خصوصی نبود چون من با همون شرایط آمده بودم بیرون دیگه. آره دیگه فکر نمیم خیلی خصوصی بود. آره دیگه البته عمومی شد. خندوانه 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 داره تموم میشه. آقای غفوریان به آرزواتون رسیدین دیگه. چرا داره تموم میشه؟ جایزه ما رو اول بدین. جایزه شما محفوظه. بله محفوظ نه بدین بهمون. باشه میدین. چیکار دارین محفوظ باشه؟ ما میذاریم خودم پیش خودم محفوظ میمونه. آره بابا دیگه وارد مرحله نیمه نهایی شدیم. هم کلاسی های سابق و رقیبان امروز رسیدیم به دم در. به به جواد 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 داریم میرسیم. جواد سالمی؟ آها سالمی؟ چرا اینجوری میکنن اینا؟ همون به به خوبی؟ نزدیک تصادف کنیم لحظه آخر. جواد من ساعت آوردم برای شما. دوستان سابق. آره ماشین بود. کردی آوردی. سلامتی. لذت میبره از این صحنه ها. چه رفاقت هایی درها باز میشوند. سلام خوبین آقای اسماعیلی؟ حالتون خوب هستی؟ من پیرن اگه اجازه بدین عوض میکنم. منو جواد رضویان چند ساله با هم دوستیم؟ 21-22 ساله هم کلاس هم بودیم. بعد آقای کریمی نمیدونی داره کار خنده دارتر از ما داره اون میکنه. جواد جون من با اجازت یه لحظه پیرن هست. آقای امامی شما راجع اون ترک دو آقای رضویان در جریان هستی؟ داره اون زمان بعد پلی بشه ترک دو. بله 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 مدالم تو رو خیلی دوست میدارم. خب رفقای قشنگم براتون عرض موفقیت میکنم. در امید باشید و بدرخشید. آنفولانزا بهش منتقل کرد. بچه ها سکوت پشت صحنه. دانیال پیدا دیگه نه تا رو خدا دستم درد گیره. سلام عرض ادب احترام ارادت به نام حضرت حق. خیلی مخلصیم. برای من سعادته که خدمت شما عزیزان بزرگوار گرامیان در منزل هستم. انشالله که شب خوبی رو بتونیم براتون رقم بزنیم و لبتون مثل همیشه خندون باشه، تنتون سالم،
دوستای مرتضی ان شاء الله. ما قرار بود که روز یک شنبه بیایم و برای این مرحله از مسابقه برنامه رو ضبط بکنیم. من با اسبانی این شدم که این اتفاق در این روز بیفته، اونم به واسطه اینکه واقعا صدام در نمی اومد و الانم یه ذره هنوز تش مونده از این آنفولانزایی که تو بدنم بود. الان یه دو سه تا تکون دیگه بدم اونم بریزه پایین دیگه خلاص. من البته قبلش من منتقل کردم به رامبوت جان، تنها کاری که ازم برمی اومد دیگه. خب من فقط مقاومت میکنم برنامه تموم شه خندوانه و بعد بیفتم. آره خب خیلی ممنونم. من نشستم به خاطر هر طرف وام میستم یه عده شماره نمیبینم. عزیزم خدا قوت بهتون بده. مخلصم خواهش میکنم. امشب خیلی پرو پیمون. آره هزار ماشاءالله. من هیت دارم تعجب میکنم دیوارا رو یواش یواش میتونید بدید عقب. آره هزار ماشاءالله. آره به خود ما اینقدر انرژی میگیریم از بچه هایی که اینجا حضور دارن. به خدا حالا از دقیقا از لنز که ما میگیریم اون انرژی که از سمت مردم میاد اینجا دیگه اصلا واویلایی است. آره دمتون گرم. بی‌نظیرن. ما خیلی باحالیم. خیلی افتخار خودشون برید. بله ماشاءالله. علی و دعوت میکنم از کمدین مهران غفوریان. حالتون خوبه؟ عالی. حالا من و جواد چطوره؟ عالی. خب الحمدلله. من واقعا خیلی عالی. جواد سرما خورده بود. با هر کی هم که روبوسی کرد گرفت. هیچی نداری بگی؟ نکته‌ای نداری؟ نکن آقا دست نزن عزیز من. مهران غفوریان. این بچه غیر قابل کنترل. مامانش هم سپردتش به من. من معذرت میخوام. بریم آقا. آقا ما با هم توافق کردیم. من جواد جواد آره اول. آره آره تمومه؟ تمومه. جواد اول من دوم. خیلی خوب آقایون هر دو توافق کردن. آقایون داداشم گفته باشم. گفته باشم چه صرف بود اینجی کلیش ماس ماس منمو. آقایون هر دو توافق کردن که ابتدا آقای رضویان اجرا بکنن. نه قرعه کشیدیم دیگه. و انتها مهران غفوریان. بیا مسابقه. آقا اون میپره تو گلو دیگه. باش بریم بریم هر کی رفت. Thank you.
داستانه. گفته باش. برو پایین بده من اینا رو. خب این بچه رو ببرید یه گوشه نگرش دارید. زنگ بزن 110 جازه. این تونگه یه بار تو برنامه دیدم گفتی ترک خورده. یکی دیگه بود دیگه. این دقیقا سر برنامه های من همیشه این ترک میخوره. آره اینو جدید گرفته بودیم. ولی به فال نیک بگیریم نه؟ آره. میگن آینه بشکنه بده نه؟ نه میگن اونم چیز داره. اصلا خرافات میگن... کلن خوب نیست. میگن ترک اومد داره نه انهدام. آره. اون دفعه ترک خورد. نه بستیم. بربگاه رو باز کنیم. بریم. ایرمگاه رو باز کن. نه 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 شما چه بازی قربونت برم. من جواد راست میگه من تیپ سه هم ایرمگه هم باز شده. بریم بیاییم. بریم آماده. یک دو سه خدا قهرمان شدی، قهرمان جام جهانی. اوچان نجات توی دروازه، توی دروازه گل برای ایران. عرض کنم خدمتون که من آقایون کمدیانا دقت کنن نکته ای رو میخوام عرض بکنم. زمانتون 20 دقیقه است، رأس 16 دقیقه بوق زده میشه. اگه لازم داشته باشید 3 دقیقه دیگه بهتون داده میشه با شمارش من و بعد دوباره رأس 19 دقیقه بوق زده میشه. یه دقیقه دیگه لازم داشته باشید من میشمرم براتون. عرض میکنم شروع میکنیم. یه دقیقه دیگه رأس 20 دقیقه هم کلن بسته میشه. متوجه شدید؟ بریم آماده تشویق. وقت نیست مذارت. آقا من عرضم به حضورتون ما اینقدر نگرانی این رو داریم که ادبیات فارسی و ادبیات شیرین فارسی به مخاطره نیفتد. به واسطه همین فرهنگستان ادبی تشکیل شد که مقابله بکنه با ورود الفاظ بیگانه در ادبیات فارسی. کلمه انگلیسی استفاده نکنیم، ولی غافل از این که ما خودمون یک چیزایی از خودمون خلق میکنیم که صد رحمت به اون انگلیسی ها. میگیم یه سریال خفن میدیدم خوف. یارو دیگه یارو بازیگر گولاخه زد همه رو گوجه کرد، الانم نسخ قسمت بعدم. خب اینو الان شما به یه دونه این دستگاهی که بدیم مثلا میگه خیابان استریت فلان، شما اینو الان به اون بدی این
یعنی رسما دور انداختنی. این چه جمله ایه؟ چه مفهومی داره؟ نسخ، گولاخ، زاغارت، فاز، خز و خیل، اصلا اینا یعنی چیا؟ اینا آواز، صفته، آدم نمیفهمه اینا یعنی چی. بماند آقا، ما کلماتی رو آوردیم داریم ازش استفاده میکنیم که ما به هزای ایرانی داره، ولی ما داریم استفاده هایی میکنیم ازش که اصلا نمیفهمیم یعنی چی. مثلا آقا میگه کلمه کف، شما کف رو به چه معنایی میدونید؟ آقا کف دیگه، کف یه کف دیگه. مثلا میگه آقا من تو کفم. مثلا رفتی تو وان نشستی تو کف، آقا کف کردم، مایه ظرفشویی خوردی، چجوری کف کردی؟ کفکاری نکن. چجوری دلاکی مگه؟ چه شرایطی باید اصلا اینو استفاده کرد؟ کف رفتم، یعنی دزدیدنه. این از چه ربطی داره کف رفتن به اون معنای اصلیه؟ حالا میایم مثلا کلمه سرویس. کلمه سرویس، سرویس خودش لاتینه ولی اومده حل شده، یعنی در دیوار داریم میبینیم سرویس کولر، سرویس ماشین، سرویس فلان، سرویس چه میدونم. حالا میای از در آپارتمان بیرون، سلام چطوری جا جان؟ قربان شما. آقا این طبقه پنجمی ها که امروز اومدن آسانسور رو سرویس کردن. عزیزم امروز تازه این اساس کشی کردم، مگه میشه؟ من خودم الان زنگ میزنم این عزیزمون که همیشه میومده تعمیرکاره، تشریف میارن درستش میکنن، میگه نه آخه اساساشون رو با این با آسانسور بردن طبقه پنجم. این چه سرویسیه آقا؟ نمیفهمی این سرویس یعنی چی؟ میگه خب نه. میرسی جلو در خونه، ماشین منتظر شماست که شما رو ببره سر کار. آقا ماشینمو سرویس کردم. بردی ماشین طبقه پنجم؟ اساس کشی میکنی با این ماشین؟ میخوای زنگ بزنم تعمیرکار آسانسور بیاد؟ نه آقا آبروغنشو عوض کردم. آقا این اصلا کاملا معکوس داره جواب میده. میگذره شب برمیگردی خونه، خانم در میاد بهت میگه که شوهر خواهرم بود بیکار بود، اون سرویس شد. اساس با خودش برده طبقه پنجم، آب روغنش هم از کرده. نه رفت قسطی یه ماشین خرید سرویس مدرسه شد. اصلا نمیفهمی تو الان این سرویس کجا باید به چه معنایی استفاده بکنی. کلمه توپ. آقا توپ یه مفهومی داره دیگه، آقا توپ پلاستیکی نمیدونم چرمی میگیرن باش ورزش میکنن دیگه، توپ گرد. خب این یه مفهومی داره. یه توپ دیگه هم داریم که به واسطه این که از نظر فیزیک شبیه این بوده بهش میگفتن توپ، شلیک میکرده. به طرف میگه چطوری؟ میگه آقا من توپ. آماده شلیکی؟ منتظر اینی که آقای احمدرضا عابدزاده بزنه زیرت؟ الان چته؟ میگن بفرمایید نهار، توپ توپم. آقای عابدزاده رو بگم بیان خدمتتون. یارو خیلی توپه. این دیگه یعنی چی؟ خیلی پول داره، خیلی خوشتیپه، خیلی. آخه اینا چه ربطی داره از توپ؟ چرا اینجوری استفاده میکنه؟ طرف و توپ تکون نمیده، یعنی آمادگی اینو داره بیسته جلوی توپ 106. آمادگی اینو داره آقای عابدزاده توپ رو بگیره تک، توپ تکونش نمیده. توپ به ترکونه 5 میلیون بیشتر نمیارزه. این دیگه چیه؟ این چه ادبیاتیه؟ روانی شدیم ما. کلمه مرگ و مردن و مشتقات مرگ و میر که اصلا وا ویلا. بمیر بابا. یعنی دوست عزیز لطفاً ساکت باشین. چقدر معدب. باری چند
بمیری. بگو دیگه. بمیری. این چه کاری بود کردی؟ بمیری. چه کار خوبی کردی؟ با مزه، با نمک. بمیری. اصلا این ازاد انتظار نداشتم. برات مردم. یعنی این کارت خیلی ستودنی بود. تو بمیری. این یه قسمه. تو نمیری. همون قسم است. آقا این که اصلا کاملا این که کاملا معکوسه. بگو این تن. آقا این جمله است، فعل نداره اصلا. بگو این تن. این تن الان فعل به قرینه لفظی هست شده، به قرینه معنوی هست. چه اتفاقی بر فعل این جمله افتاده؟ بمیر بابا. بجام دیگه، بجام دیگه، بمیر دیگه بچه. بگی بخواب بچه. مردی؟ خبری ازت نیست. مرگ یعنی ساکت. البته یه ذره حرف نزن اونم همین چیزا هم معنی میده. باقالی پلو با گوش خوردم مرگ. الان باید مثلا خوب باشه، خوشمزه باشه. دیشب رسیدیم خونه مردم. خسته بوده خوابیده. کلن همه چیو ربط دادیم به هم. آقا ما به میوه‌جات هم رحم نکردیم. طرف وایساده جلو من این گلابی. مگه گلابی میسته اصلا؟ زیرش گرده، نمیتونه بیسته. سیب زمینی. این یعنی شما در مواقع بحرانی اون عکس العملی که من از شما انتظار داشتم و به اندازه کافی از خودت نشون ندادی. حالا من معنی دیگه هم میده. حالا مثلا زرشک. این یعنی این که در یک جمعی که دارن صحبت میکنن زرشک نشانه ترمز دستی. کلن اینو که میگن همه متفرق میشن، بس تموم میشه. آناناس. دوست عزیز ادعای بیمورد نفرمایید. هلو. این دیگه اصلا اجازه بدید من راجبش بحث نکنم. این خودش نیاز به یک برنامه کامل داره. البته میگن قبلنا کاربرد سیاسی هم داشته، من نمیدونم، من چون مطالعه سیاسی ندارم. آقا به شیرینی جات هم رحم نکردیم. بارا پشمک. یعنی چی؟ یعنی وارفته؟ ماشین خریدم باقلوا. بیار یه گاز بخوریم. یعنی چی؟ آقا یه فیلمنامه برات نوشتم، حلوا. نمیشه اصلا دست گرفت. اینجوری میشه تو دست؟ ما به اعضا و جواره هم رحم نکردیم. چرا میخندید؟ چه شمایی؟ یعنی ای باعث بینایی من. جیگر. جیگر خالی رو اجازه بدید تو همون برنامه‌ای که راجع به هلو بحث میکنیم بحثش رو باز بکنیم. میگم اینا نیازمنده به اینه که یک زمانه جیگر تو خام خام. باز این فعل اینم فعل نداره اصلا، این جمله بسته نشده. آدم خاری من جیگر تو خام خام. خام خام چی کار بکنی؟ جیگر تو برم. این چه جمله ای بود الان؟ جیگر تو برم. آقا همین آدم یه ذره کافیه عصبانی بشه. سیرابی شوش. مجاری تنفسی شما از دست یارو شاکی میشه، میگه شوش. لنگت نیست. لنگ جورابم نیست، لنگ کفشم نیست. چینی؟ حلق خیلی کاربرد عجیبی داره. میری آرایشگاه، از آرایشگاه نمیاد، موات تو حلقم. آقا
اخلاقت تو حلقم. رفتی کتونی خیلی کتونیت تو حلقم. آقا من قبلش سرویس بهداشتی بودم، چرا این کاری؟ انگوش کوچیکه یه پای چپم هم نیستی، بعد تازه شاکی هم میشه طرف. خب هستی، بعد اصلا چرا میگی نیستی؟ من مثلا از اون انگوش کوچیکا بودم که خدا ساخته فقط بخورم به مبل، از اون انگوش کوچیکا بودم که ناخونمو از ته گرفتی چرک کردم، بو میدم، میخچه زدم، دوستم نداری دیگه. از اینا بودم که کفش تنگ پوشیدی رفتم رو بغلی. پاشنه یه پام هم نمیتونی بخوری. چرا باید پاشنه یه پای تو رو بخورم؟ معلومه نمیتونم بخورم. یه وقتایی یه چیزای کاملا متضاده. میگن مثلا تمرکز کردی روی اتفاق، جواده رو نگاش کن، قفل کرده رو قضیه. اوکی، قفل کرده، آرام جواده رو نگاه کن، همون معنی رو میده. کلید کرده رو قضیه. آقا قفل، کلید، اصلا دو تا چیز متضادن با هم دیگه. اینا رو گفتم که برسم به یک شعر تأثیرگذار. خواهش میکنم به معنای این شعر توجه کنید. زحمت ها کشیده شده بابتش، مرارت ها، سال ها. من برات گل خریدم، یه صبح خوب و بی‌نظیر. تا اینجاش مشکلی نداره. با خودم آوردمش، خودت بیا ازم بگیر. با خودم آوردمش، خودت بیا ازم بگیر. پیکی، پستچی، کارت ملی آوردی، اثر انگشت از طرف میخوای، یه گل آوردی، اومدی تا اینجا، خب تحویلش بده دیگه. پاشو فکرات تو بکن، بشین کنار پنجره، اینو خوب بدون که گاهی فکر نکردن بهتره. آقا فکر بکنه یا فکر نکنه، بالاخره پاشو فکرات بکن، فکر نکردن بهتره. اسم تو با دست خالی روی دیوار میکنم. چجوری میشه؟ باز دوباره همون صدای چه گوشت و پوست و مو و همه میریزه. اسم تو با دست خالی میکنم روی دیوار، نمیخوای جواب نده اگه نداری حس و حال. اصلا سوالی نپرسیدی شما، اسمشو کندی، حالا چی باید جواب تو بده؟ باید تشکر کنه ازت. وقت اومدن شده، پاشو بیا، شلوغیه، همه قهقه هم بدون تو دروغیه. اجازه بدید 3 ثانیه سکوت کنی. چی میگی؟ آقا میگن تعدادی از شعرها که این شعر رو شنیدن الان پناه بردن به دریاچه نمک حسلطان و قم، با طلوع خورشید شروع میکنن به جیغ زدن، خنج کشیدن، لباس دریدن، دویدن و با غروب خورشید در پس تپه ها پنهان میشن. میگن تعدادی خانواده با سرپرست خودشون اومدن بی سرپرست معرفی کردن، دلیلش معلوم نیست. میگن تعدادی بچه گم شده، میگن دلیلش این بوده که خانواده ها انقدر درگیر معنای این شعر بودن حواسشون از بچه پرت شده، تعدادی بچه پیدا شده اصلا بچه های اونا نیستن. میگن تو محله‌ای که شاعر زندگی میکرده کلاغا صدای گربه در میارن، گربه ها میان 1 2 3 گربه ها میان میرن صف نونوایی نون میگیرن. ژاپن هم اعلام کرده یه بار دیگه ایشون یه مصرع شعر بگه خودمون بمب هیروشیما میزنیم تو کشور، خودمون به خودمون میزنیم. نگو آقا، صدا ژاپنی هم در رو. آقا ما دیدیم فایده نداره، بچه‌مون، ادبیات بچه من الان چه اتفاقی قرار براش بیفته؟
اومدم گفتم که دخترم بابا جان میخوام ببرم امشب یه جا یک کنسرت بسیار زیبا تاثیرگذار شعرهای خیلی خوب. اومدیم رفتیم بلیت خریدیم و یه دفترچه 40 برگ پر از شعر. آقا نگو ما رسیدیم تو، نگو همه سازای این دوستان انگار از وانت ریخته بود پایین، چون همه باید سازا رو کوک میکردن. دو 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 ره ره خوبه. خلاصه سازا رو کوک کردن، سنتور رو دادن، تک نوازی ها کردن، دو نوازی ها کردن، رسید به چهار مدار. چراغا روشن شد، خواننده تشریف آوردن. خوانندم فکر کنم از همون ماشین، حالا همون سرویس کارشون جا مونده بود. رسیدن، چون از اینجا شروع کردن. حالا دختر منم این کاتالوگ گرفته دستش اینجوری میگه بابا کدومه الان کجاشو دارم میخونم. بابا جان هنوز شروع نشده، ازم شروع شد عرض میکنم. ری دان دین ری لان دان ری دان دان ری دان دین ری دین دان گوداری دان دان دین لان. گفتم دیگه بابا جون شروع شد، شور گرفتشون دیگه. یک ساعت و 45 دقیقه همه بلند شدن، دست دادن، پرده ها بسته شد. آقا ولش کنید، آقا بریم دو انگشتی منو همراهی بکنید، خواهش می‌کنم. صدا هر دوزی لازمه اون بده شروع کنید. صدا به گوشم برسه، من بشنوم چه اتفاقی قراره برای موزیک بیفته. بفرمایید، خواهش می‌کنم. آماده؟ بله. رفاقت که قشنگه، مثل چشمات، مثل الماس، واسه قلبی که دریاست. رقابت که نگو بابا مگه دماست، از ماست که بر ماست و باس ماست. همون دستی که تو دست رقیقه، همون عز قشنگی که عمیقه، مثل قرص مسکن که دقیقه، میره میشینه رو دردای سختت، همون که مداواست. از ماست که بر ماست و باز ماست. نگو برد، نگو باز، نگو قصه بدزار، بر از خنده شیرین شما هاست. همه دست به دستیم، بگو کی تک و تنهاست، رفیق جونه و درداش همه باز ماست. از ماست که بر ماست و باز ماست، از ماست که بر ماست و باز ماست. رفاقت که قشنگه، مثل چشمات، مثل الماس، واسه قلبی که دریاست. رقابت که نگو بابا مگه دماست، از ماست که بر ماست و باز ماست. اینجی کلیش باز ماست. مهرتون تا ابد پا برجاست.
به جواد، باریکلا به جواد، آفرین بهش. تماشا کنیم واکنش های مهران عزیز رو موقع دیدن اجرای جواد عزیز. بریم بیاییم، آماده؟ یک، دو، سه. بخواین یه دقیقه دیگه هم بهتون میشه بیسته چه با آیه مامی میگن که الان ترک یک رو پلی کردید، خواهش میکنن ترک دو رو تست بگیرید. کت پوشیدین آقای رضویان؟ من حالا فضای اینجا یه مقدار سرد و منم که یه ذره آمبولانس آره یه ذره نگران بیماریم بودم، ترسیدم خدا نکنه حالا داستانه ادامه دارتر بشه. شاید رای میاره کت، ما خبر نداریم. شاید یاد نمیدونم. شما یه چیزایی میدونی رو به مردم باید بگید دیگر موقعشه. ارادتمندیم، ببخشید منو بابت همه کم و کاستی ها این چند وقت من تحمل کردید، سپاسگزارم از عنایت همیشگیتون. دعا کنید ما رو که خداوند این لیاقت رو به ما بده که تمام هم و غممون لبخند شما باشه. و لاغیر ماه جواب الان هم نسخه قسمت بعد هفته الان نمیفهمه که یعنی چی بماند. آقا میگه کلمه کف کف. آقا کف کردم، ما یه زرسوی خوردیم تیلیز خودش لاتینه. من یه تیکشو بهش گفتم خیلی باحال اگه بگه. آیا آقا دادم بگم بیان خدمت رو یارو خیلی توفه. ستاره پنج، ستاره سه، مربع رو که بزنید میرید صاف توی خنداننده برتر. با خالی برو با گوش بردم برد. نمیشه اصلا دست گیره تا بودم که خدا ساخته. اینو ما با جواد تو حرف تو حرف اجرا میکردیم. جناب آقای رضویان بریم، آقا بریم پیش آقای غفوریان. خسته نباشی داداش، خیلی خوب کردی. برو صحنه مال تو، التماس دعا، التماس دعا. خب و یک بار دیگه آقای جواد رضویان، راضی بودین از اجرا؟ خدا راضی باشه از همون مردم. از نه شما فکر کردین که شد درست شد اون چیزی که می‌خواستین با همه عجله ها و آنفلانزا و همه چی؟ آره فقط میتونم بگم واقعا نهایت تلاشمو کردم و بیشتر از این زورم نرسید. ببخشید آقای رضویان، مهران فکر کنم که دیگه باخته دیگه. مهران منحضر میکنه الان صحنه رو. آقا این چه رقابتی شد؟ شما اجرای ایشون رو دیدین؟ هیچ چیزی برای رو کردن بر هم ندارید لاغر؟ نه چون واقعا مشورت میگیریم از هم دیگه. یه موقع من میخوام برم سر یه فیلمی با مهران مشورت کنم، مهران جان لطف میکنه یه وقته. ما این داداشیم، فرق نمیکنه. خب به مردم هرچی میخواییم بگیم. ارادتمند همیشگیشون هستم، دعا کنن که میگم این لیاقت رو داشته باشیم که به مرحله بعد بریم. نه انشالله این لیاقت رو داشته باشیم که دست تو دست مهران عزیز، این 16 نفر نازنینی که اومدن، رامبد عزیز که بانی این اتفاق بود، همه عزیزایی که این اتفاق رو رقم زدن، هممون تلاشمون بر این باشه که
میشه فقط لبخند عزیزان آرزو و نهایت و پایت اون چیزی باشه که از خدا برمیخواه. ایشالله در فینال میبینیم اتون آقای رزمی خوزم. اصلا مهم نیست منو کجا ببینیم، تا همین باقا هم دیگه رو ببینیم ما کجا میشه. در فینال میشه جایزه بهترین لبخند هفته رو میخوام بهتون اعلام بکنم که شما رای دادین به خاطر شبهای تعطیلی خندوانه، به خاطر همدلی و عزاداری برای فاجعه منا. نظم این جوایز و لبخند هفتمون به هم ریخته، در صورتی که تعداد مهمونامون بیشتر از وضعیت عادی. محمد رضا جان تبریک بهت میگم و جایزه 780 هم تقدیمت. کلی هم دوستت داریم، قربونت هم میرم، دلم هم برات تنگ شده. بریم بیان 1 2 3 بابا بزنده است، زندگی رونده است، میدوه میره دونده است، اینجوری برنده است، به خفت است، دست دست بزنده است، پول و بله میره از دست، چیزی که میمونه خنده است، دور همی خانوادگیه، توی خندوانه، دور همی خانوادگیه، توی خندوانه، دور همی خانوادگیه، خندوانه، دور همی خانوادگیه. بیامرز، خدا رحمتش کنه، نور به قبرش بباره، بشاد. مخلصیم، خیلی آدم حسابی بود، خطاط بود، نقاش بود، ناخدای کم نیروی دریایی بود، ساز میزد، خیلی هم منضبط و خانواده دوست بود، فقط یه کمی رو من حساس بود، اونم باعثش خودم بودم، حساسش کرده بودم. 8 سالم بود، یادمه که بابام منو برد خونه خالمینا، خونه خالمینا کرج بود، گفتش که مهران 3 روز اینجا خونه خالت باش، با پسر خالت بازی کن و کیف کن و اینا، میام دنبالت میبرمت. آقا ما بچه کوچولو اینجوری با شلوارک تا اینجا خونه خاله و اینا، یعنی میتونم بابا پس شروین خوبی فلا اینا، حال که هم یهو کف کردم این ماشین کشی ها تازه اومده بود، میکشیدی میرفت، داریم مگه این خالم برای پسر خالم خریده بود، یه فلوکس قرمز کوچولو بود، اینجا در این صندوق جلوش هم باز میشد، میکشید میرفت، داه مگه میشه؟ ماشینه ما قبلنی همش هن و هن هلش میدادیم اینا، کف کردم. آقا ما هم بچه، خب بچه ها میدونین یه چیزای خوششون میاد، ما هم بابام که نبودن اون موقع بگو بگم بخریم برام اینا، کش رفتم ماشینه رو. همون روز اول ماشین پسر خالم گوشتم تو شلوارکم، 3 روز توالت نمیتونستم برم، بعدم همه دنبالش میگشتن تا ما اینو دو دره کردیم گوشیم توی شلوارکمون. خالم پسر خالم دنبال ماشینش، خب همین تو امروز خریده بود براش، مامان ماشینم. خالم میومد میگفت ماشین شروینو ندیدیم، گفتم نه نه منم بازی میکردم، آخه گم شده، این پام هم محکم اینه نمیکوبیدم چون میافتادی. آقا من 3 روز آخه روز سوم به دزدش اگه میخوای، زرت روز اول برداشتم، تا روز سوم توالت نمیتونستم برم.
که بابام اومد دنبالم، خوشحال بودم دیگه ماشین مال من شد. بعد دیگه مشکلات چیزی پیدا کرده بودم که دستشویی نمیره و اینا، یه ضرب دویدم تو پارک روبروی خونم خالم اینا، رفتم دستشویی. دیگه حالم بد شده بود، بردنم بیمارستان، بابام برد بیمارستان که آمپول بزنن. این شلوارا که ما یه خوری کشید پایین، اسباب بازی افتاد. بابام چی فلان، بابای منم یه خورده میگم حساس بود رو من کروند تنبیه هم کرد. یه خورده گذشت و یه خورده بزرگتر شدیم، با بابام دیگه دوست شده بودیم و رفیق بودیم و اینا. بابام نیرو دریایی بود، یه دونه چیز داشت، یه لباس نظامی داشت، این سفیدا، یه شمشیر هم داشتن نیرو دریایی که شمشیرشون خیلی شمشیر خوشگلی بود و اینا. خیلی سلام عرض میکنم خدمت همه همکارای بابام. بعد شمشیرش همیشه میزد رو دیوار خونمون اینجوری کج. یه بار بابام دعوامون شد، یعنی من همیشه اذیتش میکردم دیگه، من بابام خیلی خوب بود. بعد دعوامون بحثمون شد، منم بچه کم تجربه نمیدونستم چی بگم، یهو جواب بابامو دادم. بابام گفت چی کمربند؟ یهو کف کرد، جوابش خیلی بد دادم متاسفانه، گفت چی؟ رفت شمشیر شمشیر رو کشید اومدم من کرد بابا با شمشیر دنبالم. جدی ها، انقدر شاکی شده بود واقعی میزد سر گلدون گله میپری. مامانم داشت میوه میخورد بلند شد گفت خسرو، تو رو خدا خسرو، یه خیار دستش خسرو میزد سر خیار. سر خیاره پرید، مامانم گفت هر کاری میخوایم بکنیم بکن، به من چه. ببین یعنی مامانم نجاتم نه، مامانم پرید زیر پاش، پاش خسرو التماس، بابام واقعی با شمشیر. آقا دیگه جدیدن دعوامو میشد، بابام سری میرفت سرخ شمشیر. من داشتم نم داشتم تربیت میشدم با اون قضیه. آقا اون موقعایتونه دزد میومد موکتم میبردن، مثل الان نیست که میان فقط طلا و پولو میبرن، موکت، فرش، مبل. آخه چه جوری میومدی خونه میدیدی که موزاییک کف خونه، سرامیک هم اون موقع نبود. ما یه بار دزد اومد خونمون، هندونه بود وسط خونه گوشته بود، دو تا قاشق خورده بودن. آقا ما اومدیم خونه دیدیم همه وسایلمون رو بردن و بابا همه زدیم سرمون، بیچاره شدیم. نگاه کم دیوار دیدم شمشیره نیست، خوشحال شدم خندیدم. برای چی میخندید؟ دزدی رو انداخته بود گردن من انگاری. آقا بابام کلی منو کتک زد تا دوباره نیرو دریایی یه شمشیر بگیره. خب ببینیم بچه ها، ما یه زمانی بود، ببخشید نفس کم میاره آدم. بعد آقا یه زمانی بود ویدیو VHS تازه اومده بود، ما هم نوجوان بودیم. بعد منو داشتم دو هفته گریه میکردیم با اون ویدیو بخره. بابا داشتم، چون بزرگتر بود صداش اینجوری بود، من اینجوری بودم داشتم. خیلی با کلاس بود، درس خونه داشتم بود، همیشه اونو تو سر من میکوبیدن. مهدی رو نگاه کن، مهدی را بعد آقا خلاصه چی؟ بابای ما بعد دو هفته ویدیو برای اون خرید با یه فیلم بروسلی، اجدها وارد میشود. آورد خونه، ما هم خوشحال اینا، فقط فیلم کاراته‌ای نگاه میکنید، فقط بروسلی، اونم به خاطر اینکه ورزشکاره و فلان و چشم و اینا. آقا 340 بار ما فیلم بروسلی رو دیده بودیم. آقا رفتم مدرسه، بودم بچه جون مادرتون یه فیلم VHS بروسلی یکی دیگه اجدا وارد میشود؟ نه حالا اجدا هرچی میشود ای به جز وارد میشود، یه دونه میخواییم و اینا. آقا یکی رفیقا اون فیلم هندی آورد، گفتش این فیلم رو VJ بازی کرده. خدایی من فکرم VJ هم شبیه بروسلیه، چون فقط بروسلی میدیدیم تو خونه. آقا خلاصه هیچی دیگه، فیلم رو باشیم اینجا و میداشیم اینجا تو لباس اینجوری، بعد دلام نمیتونی بشی با هم جدی میشی و سلام فلا اینا. باشم اونم خونه، بابام گفتش که فیلم هندی تو این خونه نمیادا. منم فیلم هندی تو کمرم بود و اینا، گفتم خب چی دیگه، آخر شب نگاه میکنیم دیگه فلا اینا. یکی اصرار داشت که دیر وقت نخوابی، نمیدونم حالا چی بره چی روی فیلم هندی. بعد یه جاشم یه پسره تعریف میکرد تو مدرسه، میگفت یه آهنگی ویژه میخونه، وای وای
چی بود من اینگه میگفتش که چی؟ میگفتش که دوستی همه دورنگه دورنگه اما چل آقا ساعت 12 شب شد بابا مینا خوابیدن. اینجا تلویزیون اون بود، اینجا اتاق بابا مینا بود، اینجا هم سالن، اینم من شستم فیلمه رو گوشتم و صداشو کمی کم کردم فیمندی اینا. بعد اونجاش اومد که آوازه رو ویجی میخوند، من صداشو یه ذره بلند کنم یهو تلق تلق صدای اتاق بابا مینا خاموش کرد. اینجا رخت خواب خوابید، من اینم خبر نیست، دوباره بلند شدم دو ستی آمده دو یهو صدا ترخ تو خاموشم. آقا من یه رو به اول فیلمو نتونستم ببینم. بعد دیگه دوروبر مثلا 3 صبح بود اینا، دوباره گوشتم دیدم خیال راحت رفتم گوش کردم بابام خورخور داره میکنه، نشستم دیگه راحت یه خوردم صداش زیاد کردم به به بیم برقا رفت، برقا رفت، فیلم تو ویدیو مون. یا اول فز بابام آقا ما یه چی دیگه تا صبح این مونده بودم ویدیو رو اینجوری خدا چه غلطی کردم، من نمیخوام اصلا فیلم اندی نگاه کنم. آقا یه چی دم دیگه داشته باید میرفتم مدرسه، صبح اینا گفتم یا اول فز خدایا اما خدا حافظ، رفتم دیگه. مونده بود تو ویدیو برقم نه، اون موقع برق میرفت 450 ساعت برق نمیشه. بعد آقا بعد آقا رفتم مدرسه و یعنی دیگه مثلا با قبض روح برگشتم خونه و در رو وا کردم، لای در دیدم بابام نشسته داره اجدا وارد میشود نگاه میکنه، یعنی فیلمه رو برداشته یه فیلم دیگه گوشته داره نگاه میکنه خوشحال. نگو خودش فیلمندی دوست داشته، دیده تو ویدیوه پیچونده فیلمه رو. تا من رسیدم چطوری پسرم میوه میخورد، خوبی بابا قربونت برم درسا خوب بود، الکی بابای منی چه اینجوری تحویلم، قربونت برم بابا نوچه فیلمندیه کو من، نه قربونت برم بیا بشین فیلم اجدا وارد میشود و اونو 300 بار دیدیم که بیا نه اینجاش بد جوری وارد میشود. آقا نشستیم و منم این رفیقم داشت بیچارم میکرد، فردا فیلم هم میاد یا ولی هم سیکاره داشت، یعنی خیلی بد. بعد خلاصه آقا دیگه مجبور شدم بابام رفت سر کار، این کار بدی بود، ولی رفتم لولای در کمد شب بغل در آوردم، اینو در آوردم دیدم فیلمه رو کیف سامسونتشه، شما این لولا جا انداختم مدرسه، فقط دادم بشی یه رب بشو دیدم، من اول ایدو سیتی رو دیدم بغیره نه. بعد آقا هیچی خلاصه مدرسه اومدم در واکن، بابام گفت کجا بودی مدرسه؟ غلط کردی با درس بخونی، خب مدرسه درس بیجا میکنی میری مدرسه، باید بشینی درس، خب من میرم مدرسه بیام اینجا بشین، بشین درس دمه در بشین درس تو بخون سرت تو کتاب. اونم من پیچون صداش در نیورد، منم از اون پیچوندم نمیتونست چیزی دیگه. بعد آقا خلاصه چی دیگه این ماجراها گذشت، ما دیگه آقا بابای من سیگاری بود، چند بارم گفتم این بند خدا یه موقعی ما بچه که هستیم کنجکاوی بود روی هرچی، اشتباه بود که الحمدلله خدا رو شکر دیگه نمی کنیم کار، برمیداشتم از سیگارش یواشکی که فوت میکنم به جای که بکشم، بلدم نبودم. آقا بابای من فهمیده بود من چند وقت این کار رو میکنم، نمیتونست مچه منو بگیره. یه بار دم پنجره داشتم سیگار رو کیفم میکردم، فکر میکردم خیلی کار باحالیه، اینجوری تو بابام اینا اومدن سری خاموش کردم، با پشتی داشتم تو آشپزخونه رو باد میزدم، نگو سایه‌مو بیرون دیده داره با پشتی باد میزد. آقا بابام در وا کرد، با مامانم اومد تو در وا کرد، گفت بو میکشی آشپزخونه اون بره، اینجوری کرد نه سیگار نیست یه چیز دیگه است، گفتم نه به خدا سیگاره، نه بابا سیگاره به خدا، من اینا یه سیگاره تو کش میرم. 3 روز تو توالت زیر زمین بستری بودم. آقا خلاصه هیچ این قضیه بستری دیگه همینجوری پیش رفت و من بابام برعکس بابای علی مسعودی
میذاش پشت فرمون بشینم و بهم یاد میداد رانندگی. پسرم دنده یک دو بابا جون دو 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 حالا راهنما بزن راه راهنما هر حالا بپیچ بالا. موقع که خواب بود من چی کار میکردم؟ خب باید باید میستادی بیدار چه بد میرفتی؟ نه من بابام که خواب بود یه رفیق داشتم، سعید باقری رفیقم بود، رفیق شما که نیست. نه سعید باقری ماشین بابامو سویچشو کش میرفتم، من دارم آب میشم رام بود و یه دفعه بعد قد اینجوری هر بعد با سعید باقری ماشین با اون کش رفتم و تا ماشین رو خلاص میکردم تا سر کوچه هول میدادم که صدای استارت هم نشه. میشستم و سعید هم از سعید داری همینجوری هم هول بودیم یک دو سه بابا بذار ماشین دور بگیر روشن میکنه یک دو سه من. بعد آه خلاصه چی داشتیم میرفتیم، یه خیابونی بود ارزش 50 متر بود، 4 تا ماشین رد میشدن از بغل هم، خیلی پهن بود، یه نیسان اون بغل پارک بود، منم باش 100 متر فاصله داشتم. شیم میرفتیم تو ذهنم گفتم نزنم به اون نیسان. نزنی؟ جای 4 تا ماشین این بره اونم پارکه، بر چی باید بزنی؟ آقای او چرا؟ من تو ذهنم این بود نزنم بابام استخونامو در میاره. آقا این چی زن قیرد بابا بیا بگیری این ور، همون چیلی گاز میدادم رد شد. آقا از جلو تا ته ماشین جر خورد، سعید باقری پیاده شد، زه ماشین افتاده بود زمین، زه رو برداشت. حالا اینو داشته باشیم، برداشت و نشست. بودم سعید نمیشه با برگردیم خونه، من بیچاره شده. دور زدیم سر شهرکمون داشتیم میومدیم، یه آبر داشت رد میشد، من دید. خب حساب کن این خیابونه، رد شد رفت تو پیاده رو، من زدم به یارو، بابا یارو رفت بیا دنبالش بودم. بعد یارو اینجوری شده بود آخراش. زدم به یارو لب روی کاپوت ماشین رفت رو سقف و همون رفت من روی یه دست انداز رد شد فکرم روی یارو رد شدم اینجوری. سعید رو نگاه کردم، سعید هم اینجوری، همیشه هم اینجوری بود. گفتم سعید کشتم یارو رو. سعید پیاده شد، این زه ماشینم دستش بود، پیاده شد یارو هم پاشی گرفت. یارو سعید که پیاده شد بعدم برای ما تعریف کرد، گفت من فکرم میخواستیم منو بکشین، نمردم پیاده شدیم با چوب بزنیم. یارو تا سعید پیاده شد گفت داداش چی شده؟ گفت نه چرا 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 آقا چی؟ آقا افوریان چی؟ گفتم ای به من توی رفیقم بود. گفت مهران جون این چه رانندگی دستمال تموم شد. گفت این چه مدل رانندگیه داداش؟ گفتم که به من ببخشید فلان اینا. گفت داداش اصلا نکن این کارو، ما که چلاق شدیم خدا وکیلی اینا. بعد من احساس کردم خب از این به بعد اگه اینجا ببعدم بشینم پشت فرمون، یارو مثلا میره تو پیاده رو میرم دنبالش، میره تو راپله میرم دنبالش، میرم تو سالون آمه مریضی این چه مدران. به هر کی فکر میکردم نزنم میرفتم صاف میزدم. آقا چی به بهمن؟ گفتم من جون مادرت ماشین میبری، من دیگه جرئت ندارم، ببر به بابام بگو مهران تاسف کرد، منم 10 روز میرم خونه خالم، همیشه میرفتم خونه خالم. آقا ما رفتیم 10 روز رفتیم خونه خالم، اونو بابام احتمالا این یه بمب اتم اونجا ترکیده بود و اینا شاکی و فلان. آقا بعد 10-15 روز آقا از آسیاب افتاد و خالم گفت بیا بریم از بزرگترت 16 دیگه 3 دقیقه دیگه دارم، 3 دقیقه یا 1 دقیقه بعد 3 دقیقه هم بوق میزنه. بله الان شروع کن 3 دقیقه الان بگم 1-2-3 خب. بعد آقا گفتم که تو ماشین رو بر بده به با آه نه 15 روز بعد رفتم عقب، 15 روز بعد رسیدیم و خالم برد و گفت این بزرگتره تا ازش معذرت خواهی کنی حل میشه. گفتم باشه و اینا، دیدم دمه در ماشین صافکاری نقباشی مرتب. گفتم خب حالش خوبه. رفتیم بالا و بابام اومد و همیشه هم نارنجی میخورد. بابا ببخشید غلط کردم، واقعا بی اشتباه کردم، من آدم خریم ببخشید، من اینا واقعا به دست و پات میام، خاک پاتم بابا ببخشید. یه ساعت کتکم زد. بعدش 4 روز بستریم کرد تو توالت پایین دوباره. بعد آقا هیچی، خدا رحمتش کنه بابام دیگه
سال 83 فوت کرد و خدا رفتگانتون بیامرزه. من دیگه حالم گرفته و میخواستم اینجوری برای بابام جبران کنم، حالا این که دیگه فوت کرده روحش شاد بشه. توی مراسم ختمش عکسش با شمشیر اینجوری جلو بود و رفیقام که میدونستن اینجوری میخندی خفش و بابام مرده میخندی گریه کن گریه کن. آقا حاج آقایی که بعد میومد اونجا سخنرانی میکرد اون روز کار براش پیش اومده بود، نیومده بود. گفتیم چیکار کنیم؟ یکی از اون بستگانم گفت این پسره سخنران خوبیه، مرد باسوادی بود و اینا. گفتم باشه، من صحبت کردم اینا صحبت کرد. آقا شروع کرد سخنرانی کردن و در فلان و همه چی حرف زد. یه روب مونده بود مجلس تموم شد، چی در مورد بابام نگفته بود. بعد گفتن بابا میشم بر، گفتم منم میخوام جبران کنم واسه اون. رفتم چشتمش کردم، آخ بابا، بابای من هم نقاش بود، هم خطاط بود، هم ساز میزد، هم ناخدای نیروی دریایی بود. بگو. گفت باشه، من ردیفش میکنم. رفت اینجوری که آره، ایشون میدونی 50 بار این شعر رو خونده بود، دیگه خسته شده بودیم. هر که بیشتر، هر گل که بیشتر صفا میدهد به باغ، گلچین روزگار امانش نمیدهد. اینو 40 بار گفت. بعد گفتم که بابام گفت بله، ایشون خطاط بودن، نقاش بودن، ساز میزدن و ناخدای نیروی دریایی بودن، فوتبالیست بودن تو تیم ملی. یو همه اینجوری اینجوری نگاه کردم. گفتم نه. گفت وزنه بردار بودن. گفتم داداش نه، چی میگی؟ کشتیگیر بودن، اسکی روی آب. آقا خلاصه هیچ، ریخ به هم مراسم و فلان. و ولی من جوابمو گرفتم. شب بابا اومد به خوابم، خیلی جالب بود. تو خواب دیدم یک باغ گلی و یه میزی و دوتا صندلی و دوتا چای شربت بود. نشسته بودم، بابام اومد و آخه خدا بیامرزد نشست جلوم و گفت مهران. گفتم جانم بابا، دلم برات تنگ شده. گفت یه لحظه گوش کن. گفتم گفت مهران. گفتم جان. گفت دست از سر من بردار. شمشیرشو در آورد. یک دقیقه، یک دو سه. گفت دست از سر من بردار، مراسم هفت نمیخوای بگیر، نمیخواد بگیر، این سوم خیرات کن. آقا ما خیرات کردیم، تمام. تها یه چیزی میخواستم بگم که باباها خیلی ارزشمندن. تا موقعی که هستن قدرشون رو بدونین. باباها مثل پشتن برای آدم، مثل یک دیوار بتونی، هرچی که حساب بکنی، مثل یک کوه پشت آدم هن. آدم پدر داشته باشه اون ور کره زمین هم باشه و نبینتش، خوشحاله به این که پدر داره. من موقعی که پدرم از دست دادم خیلی سختی های دیگه توی زندگی کشتم. انشالله که خدا پدراتون رو براتون نگه داره. مهران، آفرین مهران، آفرین جواد، آفرین رفقای خوبم. چه سخته، کی میره بالا؟ هر دوشون خیلی عزیز و اصلن. خب تماشا بکنیم واکنش های جواد عزیز رو موقع تماشای اجرای مهران عزیز. بریم بیاییم همه با هم بگیم یک دو سه. حسابی پر از استرس و استراب. استراب نه، استرس، هیجان، بیخیالی، انگار نه انگار. نه برای مردم که بخوایم برنامه اجرا کنیم نمیتون بیخیال باشیم. آقا رو به مردم هم یه چیزی بگید. مردم دوستتون دارم، نوکرتون، خیلی نوکرم، خاک پاتونیم به خدا. خب قسم خدا، نه گفتم به خدا. چه
چه رازی درش بود که میخواستی دوم شی؟ یه خورده واقعیتش حالم خوب نبود، یه خورده پایین بودم. آره انرژیم پایین بود. از جواد خواهش کردم اجازه بده من اجرای زیباشو ببینم و انرژیم بیاد سر جاش. الان دیگه با انرژی کمه انشالله. آره. توکلمون به خدا و دعای شما مردم. فکر نکنین فقط ورزش کارا و اینا نیاز به دعای شما دارن، ما هم نیاز به دعای شما داریم. سلامت باشیم، بتونیم شما رو بخندونیم، بتونیم در شأن شما برنامه بسازیم، چون برای شأن شما برنامه ساختن واقعا کار سختیه، اینو قبول کنیم. شأن شما ایرانی جماعت سخت پسند و همه چی نپسند و اینا سخته دیگه، پس برای اون دعا کنیم که بتونیم هم موفق باشیم، هم به دغدغه های ذهنیمون در مورد شما فکر کنیم و جامعه عمل بپوشونیم. همین که نوکر هم چاکره هم مخلصیم کوچیکیم قلعه وکیلی من کوچیک کوچیکینا هستم. همینجوری من میبینم یه چیز رو بخور میکنم به خدا. امان از شما دو نفر. به خدا اصلا من اینو میبینم به خدا، تنها کسیه که آلرژی دارم نمیتونم جلوش بازی کنم. همین روز اول ماشین پسر خالم گوشم، پسر خالم دنبال ماشینش خلا همین تا امروز خریده بود برای زرف. روز اول برداشتم، دو روز سوم تو مالت نمیتونستم بدهم. تنبیه هم کرد، چی من کرده چی کرده بابا؟ در این ایاره پریز مامانه با هر کاری میخوام آقا اون موقعی هستم اون جان آقا خلاصه این چی میگه دینا همه چی اینجا همه میداشت اینجا تو نواز میداشت که فیلم هندی بعد اما رفتم مدرسه و یه چیز دیگر گفتم نه به خدا سیگاره آقا بابای من فهمیده بود من چند وقتی این کارو میکنم نمیتونست موچه منه بگیره. اوه نه چرا تو زنی چه بشه دیگه دارم گفتیم چیکار کنی گفتیم تو سر من برداشتم ای بابا. آقا آقا خسته نباشین، خسته نباشین. عزیزم الهی بگردم ورود بگردم خدا بیا مرز و خوز فرو قرمت برم. دل تنگ شده؟ عزیزم آقای غفوریان آقا، ما ندیده بودیم این صحنه رو از شما. ای بابا دلم تنگ شد واسه بابا. خدا رحمت. خیلی دلم تنگ شد. خدا بیا مرز. بیدونین دیگه همه یه تعریف هایی که کردم از بابا و اینا دیگه تهیش این برق آخر استنداپ هم این برق اومد جلو چشم. درم تنگ شد. خدا رحمت. خدا رحمت. اجرا چطور بود آقای غفوریان؟ راضی بودین یا نه؟ نمیدونم شما راضی بودین؟ آره آقا ما که راضی بودیم، خیلی با انرژی. میگم چیزی عقلم نیفتاد؟ همه چی خوب بود؟ نه ولی مویی تموم شد دیگه. آره لب به لب. خب کجاش بیشتر خندیدن به نظرتون؟ اوائلش دیگه. من آخراش یه خورده دیگه داشتم میرفتم توی فضای پدرم و اینا. یعنی از موقعی که ختمش رو شروع کردم تعریف کردن دیگه یه خورده سختم بود. ولی خب دیگه میدونین ما کمدین ها خیلی چیزامون رو باید خنده دارش کنیم و برای مردم تعریف کنیم، ولی پدر وجودش شادی و خنده است، وجودش دلگرمیه، وجودش پشتگرمیه و نبودش خیلی سخت. انشالله همه پدر سالم باشن و همه پدر هم که از دنیا رفتن اونوری هوامونو داشته باشن. اونجا خیلی مهمه. یه روز پدرم رو اون دنیا میبینم برام لذت بخشه. اینو دوستش دارم. ایشالله. خب ایشالله یعنی اون دنیا لذت بخش بشه از شما راضی باشه. خب ایشالله که راضی باشه از شما ایشالله اون دنیا. جواد رضویان دیگه تمام شد کارش با این اجرا. بابا جواد رضویان که گله. به نظرتون کی میره بالا؟ نمیدونم. میدونی کاری نداری؟ با مردم هر چی دلتون میخواد بگید. ببینید
عاشقتونم، خیلی دوستتون دارم. این جمعی که اینجا نماینده های شما، وقتی که شما میخندین یعنی نماینده هاتون میخندن، من عشق میکنم و عمرم زیاد میشه. خوشحالم، کاش خنده های شما رو توی خونه هم ما احساس میکردیم. دیگه هرچی انتخاب مردم باشه ما به روی چشم میذاریم و بهش احترام میذاریم. ببینیم چی میشه. لطفاً نوکرم دست بوس همه پدرام. خواهش میکنم. جزش. نه خواهش میکنم. خیلی زیادی نه. گروه من کامله دیگه، ببخشید. همیشه هم در نفریم. آره دیگه. خوش اومدیم به حال. من شیرنی هم بیارم براتون. چقدر سریعه. به به، اینم باغچه خانم مقدم. این بچه بعدی بودم من خیلی. شر. اوف، اصلا این چه عجیبی بودم. خب. شیطون. خانم ببخشید. خواهش میکنم. ماشاءالله. خدا نگهدارتون باشه. خواهش میکنم. خدافظ شما. خواهش میکنم. خدافظ شما. خدافظ شما. خدافظ شما. به سلامت. قربون شما. کار نذارید به جگر و هلو رو میخواییم خداحافظی کنیم، ولی قبلش خدمت زب میشون الان آره، ولی قبلش دیدیم نمیدونیم کیه، اول بگم هست نبود، بعد بگم نیست هست. میخواییم خداحافظی کنیم، ولی قبلش براتون آهنگ و سرود خلیج فارسمون رو میخونیم، برای اینکه به هممون یادآوری بشه که زیر یک پرچم در یک مرز و برای همدیگه داریم تلاش میکنیم که حالمون خوب باشه. خلیج فارس کلیش ماس ماس، یعنی واسه ماس. ایشون در این قسمت از درهاشیه دیلماج بنده شدن. سری دوم درهاشیه من دیلماج جوادم، یعنی مترجم جواد شدم. آره. مثلا یه جایی میگه شطور شد، میگم که سیامک انصاری میگه ای چی شطور شد، میگم که یعنی چطور شد. بریم آماده شطور شد. دوستتون داریم، بریم. یه دو سه. من همیشه پرچمش بالا میمونه، دلش خوصه چون میدونه پشتش هم گرد میمونه، وایسازیم پشتش همه با هم، همه با هم میسازیم این راه رو با هم، همه با هم اینو بلند بگیم دوره هم، آماده ایم که اینو بلند بگیم دوره هم. خلیج فارس، خلیج فارس، خلیج
انشالله بیاین پایین. چیلیک جفتتون خیلی قشنگین، جفتتون رفیقای قدیمی و عزیز دل منین. برای جفتتون آرزوی موفقیت توی همه چی میکنم همیشه. دمتون گرم و هر کدومتون که به مرحله فینال بره برای من ارزش اون یکی حتی یک ذره کم نمیشه و فوق‌العاده است. این یک رأیه، ببینیم چه اتفاقی میفته. و دوستتون دارم، میدونین که از اینکه کنار خندوانه و شادی مردم ایستادین ازتون تشکر. مخلص شما. مردم عزیز ایران دوستتون داریم. جواد بفرمایید. خواهش می‌کنم. بازم ممنون از لطف و عنایت همیشگی شما. ببخشید من واقعا شرایط من شرایط خیلی مساعدی نبود برای اجرای برنامه. من 4-5 روز استراحت مطلق داشتم، ولی این افتخار رو داشتم که کنارتون باشم. به زور آمپول و دارو اینا دیگه خودم رو صرفا نگه داشت. یه خلاصه من رو ببخشید، عفو میفرمایید بنده رو. دیگه این واسه ما بود. خوب باشید، درجه یک باشید، بنده رو دعا کنید سالم و سلامت. زیر سایه آقا امیرالمومنین یا علی الهی. خیلی مخلصم، نوکرم، دکرم، چاکر شماییم، دستبوس شماییم. انشالله که ما رو از دعای خیرتون محروم نکنین. انشالله سایه همه پدر مادرها بالای سرتون باشه و قدر پدر مادرامون رو بدونیم. مخلص شد. من چندین بار در کنار تمام آرزوهایی که الان بچه‌ها کردن من هم میکنم، اینم فقط اون وسط جا بدم که چندین بار به جون همراه اول غر زدم که نمیذارین اتفاقات توی 7-80 راحت‌تر بیفته. الان میخوام از صمیم قلب ازشون تشکر کنم، چون کاملا شرایط ایجاد کردن که همراه اولی‌ها هم خیلی خوب دارن از سامانه 7-80 استفاده میکنن، امتیاز میدن، رأی میدن، تو قطعه ثبت نام میکنن و غیره. دم همراه اول گرم و دوستتون داریم خیلی زیاد. آرزو میکنم که همیشه درجه یک و سرحال و قبراق باشه کنار خانوادتون. پر روزی، سلامت و راضی. کمربنده رو باز میکنیم. 1-2-3 و خداحافظ. 1-2-3 1-2-1-2-3-4 یه روز یه مرد تنها و خسته گفت دیگه پاشو قصه بسته. گفتم چطور تو این وضعیت؟ گفت بی خیال بیا با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو واو کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو واو کن با من بخند. بازاریا سر کار، زیر بارون، تو صفه نون، تو خیابون، تو بیابون، تو زمستون یا تابستون. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو وا کن با من بخند.